شیعیان همراه با سایر حاجیان در روز عرفه رهسپار سرزمین عرفات شده و ضمن به جای آوردن اعمال حج دعای عرفه را در صحرای عرفات زمزمه کردند. در ادامه به گزارشی که همکارم از حضور حاجیان در کوه عرفات و فضای معنوی حاکم بر آن تهیه نموده توجه فرمایید. مراسم حج تمتع با وقوف زائران بیت الله الحرام در صحرای عرفات در روز عرفه ادامه یافت. روز عرفه مصادف با روز نهم ذی‌الحجه، دومی روز از سفر حج، یکی از روزهای پرفضیلتی است که زمینه و بستر مناسب برای بهره‌مندی هرچه بهتر از برکات الهی است. در این روز حاجیان از شهر مکه به صحرای عرفات آمده و در آنجا به راز و نیاز و دعا پرداخته و پس از نماز ظهر و عصر دعای عرفه را در کنار جبل الرحمه خواندند. سپس به سمت سرزمین مشعر الحرام حرکت کرده و به سایر اعمال حج مشغول شدند. روز نهم ماه ذی‌الحجه را روز عرفه نامیدند، روز شناخت خدا و شناخت خود، روز نیایش و مناجات با پروردگار جهانیان، چرا که در این روز درهای رحمت الهی بر روی همه بندگان به ویژه گناهکاران باز است. در این روز هر ناامیدی امیدوار به درگاه الهی پناه برده و از او طلب حاجت می کند. سرزمین عرفات سرزمینی است که معصومین علیهم السلام در آن گام نهادند و به ویژه سرور و سالار شهیدان با توجهی خاص به ذات الهی در عرفات حضور یافته و با خواندن دعای عرفه راه عبادت و تعبد و بندگی را تا قیامت به انسانها نشان دادند. روز عرفه از جهات متعددی در روایات و آیات بسیاری مورد توجه قرار گرفته و اعمالی نیز برای آن وارد شده است که یکی از این اعمال وقوف در عرفات است که از ارکان اصلی حج به شمار می رود. به این معنی که اگر کسی تمام اعمال تمتع را به جای آورد اما وقوف عرفه را درک نکرده باشد، حج او باطل است. به همین منظور به لحاظ شرعی وقوف در عرفات و درک روز عرفه از اهمیت بالایی برخوردار است. در نقلی آمده است که حضرت آدم و حوا پس از هبوط از بهشت و آمدن به کره خاکی پس از 40 سال توبه و تحیر و گریه در این سرزمین یکدیگر را یافتند و به همین دلیل این منطقه عرفات و این روز عرفه نام گرفته است. وقوف در عرفات در حالی با حضور پرجمعیت حجاج برگزار شد که دمای هوا در صحرای عرفات به بیش از 45 درجه رسیده بود.